محمد هستم و توی این قسمت 5 تا از فیلم های کیان ریوز و معرفی و پیشنهاد میکنیم. لینک دانلود کامل فیلم های معرفی شده تو قسمت توضیحات هر ویدیو قرار میگیره و اگه دوست داشتید میتونید دانلود کنید. لطفا حمایت از کانال هم یادتون نره. از فیلم‌های بازیگر تهیه کننده و موسیقیدان محبوب کانادایی کیان ریوز، ولی این دفعه تو ژانر رمانتیک و جنایی. این فیلم تو سال 2018 با کارگردانی ماتیو راس و نویسندگی اسکات بی اسمیت به نمایش درآمد. کیان ریوز تو این فیلم به عنوان یه تاجر آمریکایی الماس تو نقش شخصیت لوکاس هیل ظاهر شد. اون واسه فروش یه الماس آبی و با ارزش روی کشور روسیه میشه. این سفر شروع ماجراهای جنایی فیلمه. فیلم 104 دقیقه سیبری محصول مشترک کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان محسوب میشه. این فیلم با هزینه 2 میلیون دلاری ساخته شد و تونست امتیاز 4.3 رو از سایت IMDb بگیره. سومین قسمت از سری فیلم های خاطر انگیز بیلوتل سال 2020 بعد از 29 سال منتشر شد. قسمت اول سال 1989 با اسم ماجراجویی بسیار عالی بیلوتل و دنبالی اون تو سال 1991 با عنوان سفر وحشیانه بیلوتل اکران شد و بعد گذشت 29 سال قسمت سوم هم با اسم رویارویی با موسیقی تو سال 2020 به نمایش درآمد. کارگردانی این اثر رو دین پاریزوی آمریکایی به عهده داشت. این فیلمساز و تهیه کننده 68 ساله تا حالا فیلم‌هایی مثل ماجراجویی کهکشانی و قسمت دوم رد سال 2013 رو کارگردانی کرده. کیان ریوز تو نقش تد و الکس وینتر تو نقش بیل به عنوان دو تا شخصیت محبوب و اصلی تو این قسمت هم حضور داشتن. این فیلم 91 دقیقه ای آمریکایی اوت سال 2020 با هزینه ساخت 25 میلیونی از کمپانی برادران وارنر منتشر شد و تونست 38 میلیون دلار فروش کنه و امتیاز 6 IMDb رو بگیره.
فقط چند دقیقه از ماجرای قسمت دوم گذشته. بعد از کشتن یکی از اعضای انجمن توسط جان ویک، حالا تحت تعقیب و انجمن یک قرارداد 14 میلیونی واسه کشتن اون تنظیم کرده. به خاطر همین موضوع سرویس ها و خدمات هتل کنتینانتال هم واسه جان قطع شد و بی‌رحم‌ترین و خطرناک‌ترین قاتل‌های دنیا واسه گرفتن جایزه میخوان رو بکشن. اکشن و مهیج و محبوب 131 دقیقه جان ویک بعد از قسمت‌های 2 و 3 تو سال‌های 2014 و 2017 از طریق کمپانی لاینزگیت منتشر شد و مثل همیشه نظر کلی از طرفدارای فیلم‌های اکشن رو به خودش جلب کرد. سومین قسمت جان ویک با هزینه ساخت 75 میلیونی تونست بیشتر از 320 میلیون دلار فروش کنه و امتیاز 7.4 رو از IMDb بگیره. به خاطر استقبال خوب مردم از قسمت سوم، انتشار قسمت بعدی اون هم برای می سال 2022 یا خرداد ماه 1401 اعلام شد. تو نقش ویل فاستر یه دانشمنده که همسر و بچه‌هاش رو میون یه تصادف از دست میده. با کمک کار و رشته علمی خودش تصمیم میگیره اعضای خانواده‌اش رو شبیه‌سازی کنه و به زندگی برگردونه. ولی این کارش قرار قانون زیستی رو نقض کنه و اتفاقای بعدی به وجود بیاره. یک ساعت و 47 دقیقه نوامبر سال 2018 از طریق کمپانی توزیع انترتینمنت استدیو تو ژانر فیلم‌های مهیج و علمی تخیلی منتشر شد. جایگزین‌ها یا کپی‌ها با هزینه 30 میلیون دلاری ساخته شد و تونست امتیاز 5.5 رو از IMDb بگیره. برگشتن کیانو ریوز به وکالت بعد از فیلم محبوب وکیل مدافع شیطان. ریچارد رامسی با بازی کیانو ریوز تو این فیلم رمزآلود یه وکیل مدافع پرتلاش و حرفه‌ایه. اون تو پرونده جدیدش باید از یه پسر بچه نوجوان 17 ساله به اسم مایک دفاع کنه. مایک به اتهام کشتن پدر ثروتمندش زندانی شده و به جرم قتل هم اعتراف کرده، ولی حالا میخواد به کمک ریچارد خودش رو از اتهام خلاص کنه. ریچارد هم به خاطر قولی که مادر مایک داده همه یه سعیش رو میکنه تا اونو آزاد کنه. این
فیلم 1 ساعت و 33 دقیقه اکتبر 2016 از کشور آمریکا تو ژانر فیلم‌های جنایی و مهیج منتشر شد و تونست فروش تقریبا 2 میلیونی داشته باشه. حقیقت مطلق تونست امتیاز 6.2 رو از سایت IMDb بگیره.